ګران دوستانو سلامونه او احترامونه هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ ستاسو په خدمت کې رابولم تاسو سپینو خبرو پروګرام ته دوستان عزیز عرض سلام او احترام بسم الله الرحمن الرحیم شما را به برنامه تلویزیونی سخن اوریان پیام افغان خوش آمدید گفته و بالای اوضای جاری افغانستان انشالله صحبت خواد کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، البته سرخط اخبار طوری که شما آگاه هستین، فاجعه که در ولایت ننگرهار صورت گرفت، تعداد کثیر تلف شدن و قربانی 160 نفری داشت، یه حمله انتحاری که البته و افغانای ما که برای امرار معیشت خود یک چیزی پول جمع کرده بود یا برای معاشات خود به کابل بانک یا شعبه ولایت ننگرهار البته در جلال آباد جمع شده بودن، صف بسته بودن، تا یک چارکران به اونا برسه و از معاش و مدد خود امرار حیات و معیشت بداره، که وحشت صورت گرفت و عملی انتحاری که اینا ارزیابی داشتن که البته به مو تاریخچه داعش در افغانستان ثبت شد، عملی داعشیان بود، مگر خیلی دلخراش و این صحنه به حدی یعنی دردآور بود که اشک از چشم جاری می ساخت. بسیار یک فاجعه بدی صورت گرفته در مرکز یک ولایت بسیار مهم شرقی ما جلال آباد و بسیار مردم متاثر ساخت و متعلم ساخت. در او وقت آقای اشرف غنی و هیئت معیتی از اونا به ایران سفر داشتن و تا سفر خدا هم قطع نکردن. این یک حالت عاجل و امرجنسی را اعلان می دارد دیگه کشورا وقتی تو حادثات صورت بگیره، مگر اونا با آقای روحانی ملاقات داشتن و مسافره یعنی به تعویق نینداختن. گلم غم در خانی از صدها ننگرهاری یا جلال آبادی ما هموار شد و هر شخصی که اونجا تلف شده در پهلوی از او یک 20 نفر زخمی هم به جا گذاشته و راستی یک فاجعه بود، یک وحشت رخ داده و غم و اندوی از او باز هم به افغانها تعلق گرفت. که البته آقای اشرف غنی و آقای عبدالله بعد از اینکه فهمیدن که این موضوع بالاتر از یک سفر به ایران بود و با یک چند تا آخون صحبت کردن، بالاخره به اوش آمدن و دیروز به ولایت ننگرهار و دید و دید با فامیل های عزادار که البته با اونا نشستی داشتن. در اینجا من نمیدانم که کدام پول هم تادیه گردید، من خود نشنیدم، اخبار هم نرساند که آقای اشرف غنی به بودیجه وزارت مالیه که حیف و مایل میشه و به میلیون ها میلیون دلار از اونجا به یک حساب را بوده شده و همه تو سانیات و خصوصا این کسایی که برای اخص معاش خود به بانک کابل بانک داخل شده بودن و یا صف بسته بودن، یعنی هم خودشان از بین رفتن و هم پول به اونا سپردن نشد. جایی که عزاداری و نمیدانم بالای گلم یک عزادار یک رئیس جمهور بینشینه و اظهار تاسف و تعلم بداره، باید اون عزادارا با حال همی مردم تاسف و تعلم بداره که چقدر بدبختی را اینا یعنی بار آورده برای یک کشوری اشغال شده و یک کشوری که 13 سال تحت قیمیت حامد کرزی و حال دوام امو حکومت برای یک 5 سال دیگه خود آدانه که چند سال دیگه حکومت تحمیلی بالای مردم یعنی آویزان خواهد بود و امر و نهی خواهد کرد. به هر حال سفر آقای اشرف غنی و آقای عبدالله و ای که در شورای وزرا و به حساب پیشکش شده و آقای عبدالله به پشتو صحبت میکردن که یعنی به فاجعه رسیدگی خواهد شد. اگر به فکر ما خطور میکرد که اون مردمی که راستی سخت به بضاعت هستن و در یک وحشت و واهمه به سر میبرن، از بودیجه دولت باید برای هر فامیل یک 20 هزار دلار اهدا میشد.
یعنی همین پولای 20000 برای 160 آدمی که تلف شده برای فامیلای از اونا برای زخمی ها داره می حدود 1.5 میلیون دلار که پولای باد آورده که تنها 500 میلیون دلارش خود زاخل والجان دزدیده، یک چند تا میلیونش یک میلیونر بیلیونری دیگه دزدیده. داره می خود کابینه آقای احمد کرزای و داره می کابینه موجوده دزد هایی که غارت کردن پولای مردم ها حداقل اونم را یک پافشاری می کردن، از اونها هم می تونستن بکنه 2 میلیون دلار آقای اشرف غنی توزیع می کردن با اون مردم به بضاعت و بیچاری که راستی عزادار شدن. به هر حال اون نشد صرف به این که ما هستیم و سر خدا قربان میکنم آقای اشرف غنی فرمودن. یقینا بعد از اینکه واقعا رخ میده و چاوزان شدن دیگه ولی من نمیفهم سر خدا قربان میداره. این یک سری که هیچ معنا نمیده قربان شد و یا نشد برای یک ملت عزاداری که 27 میلیون در اونجا هر روز عزاداری میکشه و بی سرنوشتی میکشه و اینا در رکاب دگا و به امر دگا حکومت تشکیل میداره و تحمیل میداره بالای مردم. در وقت جهاد یکی مرا گفت، میگه در یک محفل نشسته بودیم، شنیده شد یا اخبار حاکی بود که روسا اعلان کرده که اگر سر یکی از این جهادی ها را یا عمرای جهادی را هر کدامش زنده یا مرده نزد ما بیاره، ما نمیفهم 2 میلیون یا 3 میلیون روبل برای از او جایزه اهدا خواهیم کرد. باز در اونجا میگه یک نفر بسیار ظریف یک شخص بود در منزل که نشسته بودیم، میگه او صدا کرد ولی مگه آلی ما فهمیدم که روسا چقدر بدبخت و جاهل و کودن هستن. باز گفت چرا؟ گفت بیادرم سر آقای ربانی 100 کلدار نمیارزه و اونا 2 میلیون روبل سر از او میته، یا امی سران جهاد هر کدام میشه اگه تا بالا کنین شما 3 پیسه سر ندارن و روسا اونا رو 2 میلیون روبل اهدا میدارن. آلی فهمیدم. آلی هم بیادر همین کسایی که توسط دیگرها در رکاب دیگرها و تحمیلی بالای ملت آمدن سر از اینای چرزش نداره در برابر این مردم بسیار شریف و نجیبه که سالها از افغانستان دفاع کردن و این ملت از چنگال اشغال رهانیدن، خصوصا در جهاد اخیر علیه شوروی سابق و امروز زیر پاشنی این عنوان افتاده و به اسم و عنوانی از اونا پول به افغانستان سرازیر میشه و اینا در دمی را سرقت میکنن و میدوزدن و در کمپین انتخاباتی خود خرج میدارن. به هر حال این مسئله سرخط بود و در پهلوی از اون سفر خود آقای اشرف غنی یک هفته قبل به ایران و با آقای روحانی نشستن و صحبت کردن. البته گفت و شنود فراوان بالای مسائل خاط بود، مگر امروز شنیدیم که ایران اعلان کرده که چند هزار مهاجر بیچاره افغانستان از ایران اونا اخراج میدارن و فرض کنیم مادر در ایران میمونه و اولادش به افغانستان میفرسته، یعنی یک فامیل نصف میداره، نصفش به حساب اخراج و نصف بقیه از او در ایران در مهاجرت به سر میبرن. میگه یک فاجعه است و یک بدبختی است، یک هیولا را بار آورده. نمیدانیم که سفرهایی که میشه و به تعقیب از او یعنی در یک هفته بعد اینطور چیزا رخ میده. بسیار دلخراش بود. من نمیدانم آقای اشرف غنی در اونجا چی معامله کرده با ایشان و با همی آقای آخونده چی صحبت داشتن. موضوع بسیار مهم امو به دار کشیدن مهاجرین و اخراج مهاجرین و اذیتی از اونا در ایران و تعجیزی از اونا به حیث یک مزدور و غلام خود هم اونا را نمیدانن. من نمیدانم سفر آقای اشرف غنی ارمغانی از او همی بود که ایران یعنی افغانا را از ایران اخراج کنه، حکومت ایران و دوباره به افغانستانی که ما نفرای و سرنشینای خود نان و او رسانده نمیتانیم در یک خطر و بیامنیتی قرار داره، اونا را هم برای ما میفرسته. حتما دکمه های قرمز گفتی از اونا یا سرخ ایران فشار میده که افغانستان همون جاغورش هم بدانه و ایران بدانه که ما بسیار وسایل در دست داریم برای نارامی های شما. اگر 2-3 میلیون آدم شما را جبران به خاک شما بریزانیم
یک فاجعه برای شما رو خواهد داد و توانی از زور ندارین. بنان این سفر هم یک چیز بیمانایی بوده و نمیدانم که در از مدت چی مفیدیتی را بار خواهد آورد و در هفته بعد از او مهاجرین از ایران اخراج میشه. به هر حال این مسئله هم گرم بوده دوستان عزیز و مسئله ای که در شورا قالمقال بود شنیدیم یک چند نفر با جانبداری آقای عبدالله عبدالله و چند تنی به شمول آقای بشر دوست مخالف بودن که یک بودیجی برای ریاست اجرایی تعیین شود از بخش مصارف حکومت افغانستان و این برانچ یا این شاخه را نفهم چند میلیون دلار یک بودیجه برای از اونا تعیین شود که گویا به کلی یک امارت دیگه یا ریاست جمهوری دیگه تشکیل هست و اونا از خود تشکیلات دارن و اونا بودیجه کار دارن و وقتی در حالی که وقتی یک ریاست جمهوری اگر قرار بود آقای عبدالله عبدالله صدر اعظم هم می بودن در یک بودیجه در یک کاسه باید حکومت نان بخوره، ای که جدا جدا بودیجه تشکیل شوه و برای از اونا برسه نمیدانم این موضوع چرا گل کده و در این راستا چرا اینقدر ایره جدی گرفتن و آقای عبدالله عبدالله پول لازم داره برای او کسایی که زیر سایه از اونا را میرن و اونا را مرفوع نگه داره و میشه الفاظ بد برای کیک در شورا تا و بالا شد به حساب و یکی خب صدا بلند کرد که بشر دوست دانی طبیعی اگر نی آمدم بلاشیت مشکنانم یه حرفا را شنیدیم از شورا بالای مسئله و یک خانم شیعه مذهب قنداری در شورا رای افته و دانی از او خف میکند یک غالمغالی را انداخته بود امو جتای که افغانستان که در یک جنگ با هم قرار می گرفتن به مو ترتیب به مو لحجه به مو سبغه و امو حرکات و سکنات حرف می زد در شورا و دفاع می کرد از رئیس اجرایه و ای بودیجه که باید برای از اونا تادیه شود. یک موضوع بسیار داغ و گرم در اونجا ما دیدم و برای ما جالب بود، خواستم او را هم عرض بدارم. یعنی اخبار و در طول دو روز مسائل به می سه موضوع گرم چرخ می خورد و همه تو دوستان عزیز شنیدیم که در ولایت بادغیس هفت نفر پلیس افغانی را طالبا باز هم حمله کردن، اونا را بودن و ناپدید هستند. خود خبررسانی های حکومت افغانستان و رسانه های داخلی اعلان داشتند و چندین نفر زخمی ساخته و چند نفر با خود ربودن بردن. یعنی هر کدامی از او که خصوصا آغاز سال هست و ماه حمل هست در افغانستان گرما تالی آغاز نشده، یعنی سال پرخون در پیش است و خصوصا اگر به می منوال و سبقه با پیش بره یعنی خونریزی های فراوانی را متاسفانه مردم افغانستان در پیش خواهد داشت. این متعلق میشه این خونریزی ها و بدبختی به مردم افغانستان نه حکومت افغانستان. آقای عبدالله عبدالله در غم بودیجی خود است و آقای اشرف غنی در سفرهای خود مصروف است که اینجا اونجا با کی ملاقات بدارن و کابینه هم بالاخره شنیدیم که از سرپرستی به اقامت رسانیده شد و خود وزیر داره و وزیرای برحال و در نشست آقای اشرف غنی از اونا در سه ماه کنیم ما خیلی مهلت دادن که اجنده کاری و پلانای سه ماه یا صد روز اول خود برای از اونا یعنی پیشکش کنن که چی کارا رو باید عمل کنن و پلانای کاری از اونا چیز. مگر اونا باید بیان پلانای کاری از اینا را که وعده کرده بودن او را با پرسش بگیرن و این مقرری هایی را که دو رئیس جمهور کردن آقای اشرف غنی و آقای عبدالله عبدالله که نیمه نیمه دوازده دوازده وزیر هر یکی معرفی داشتن و بسیار بعجله. برحال این موضوعات سرخط اخبار و مهم در مطبوعات بود، خواستم بالای مسائل
صحبت کنیم. دوستان عزیز شما هم ما دعوت میدارم. بله بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. بله بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرمایید. همشیره بفرمایید. بفرمایید خواهر عزیز. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. پروگرام لایف هستن؟ بله لایف هستن. بله من خواستم صحبت کنم درباره یعنی افغانستان که مسئله صحبت میشه، یعنی مسائل جنگ و البته خونریزی و گپا. بله. به نظر من چیزی که مهم در افغانستان است، یعنی به نگاه شهروند افغانستان یک نظر میتونم، چیزی که بسیار مهم است اتفاق مردم است. مهم نیست که از کدام مذهب باشه، مهم نیست که چیز یعنی اتحاد با هم اتفاق باشه، یعنی فکر به این نشه که مثلا ای افغان است، ای هزاره است، ای شیعه است، ای سنی است. امروز من تو فکر میکنم میبینم در افغانستان چیزی که افغانستان را کشانده به جنگ و خونریزی و به اتفاقی نیست که او میگه ای شیعه است و ای میگه ای سنی است و ای کلمه ای به نظر من از در زبان این کلمه یاد نشه. یک شخص اگر گپ خراب میزنه، یک نفر اگر مرد باشه یا زن باشه حرفای خراب میزنه، او یعنی این گفته نمیشه که او مثلا نمایندگی از مذهب شیعه نمی کنن. اونا یک آدم های خراب هستن، یک نفر یک گپ میزنه و این معنی نیست که تمام اهل تشیع میفتره میکنه. مثلا اگر از اهل تشیع یک نفر گپ میزنه خراب میباشه، این معنی نیست که این از یعنی تمام اهل تشیع هم تو باشه، یا هم تو افغان ما یا هم تو یعنی نمیفهمم. شاید گپ ما درست نباشه، مگر به نظر من اینمی اتفاق اگر در افغانستان جور شوه، مثلا حال تصمیم شوه یا کلگی هم فکر شوان، فکر کنم که افغانستان هیچ کسی کس دارا نمیتونه. بله ایره درست میفرماین ایره. خب بارها یقینا این چیزا رو من هم نظر هستم. بله بله و دیگه فقط اینمی رو خواستم من براتون بگویم. بسیار ببخشیم، بارها بارها خواستیم که دمی تلویزیون ما تیشا و ویسا یعنی موفق نشنیم. بعض وقتا گپای شما رو من همیشه مشنم، بسیار گپای خوب میزنین. البته شما از کجا میفرمون؟ بسیار زیاد که یعنی من چون مثل شما و ریادم ها هستن، یعنی که اینمی مسائل در میان میگذارن و مردم هوشیار میشه، هر کدام گپ و گپای خود اظهار نظر میکنن، در حالی که آدم از احساسات کار بگیره و نظر من از عقل و فکر و اینا و منطق کار بگیرن آدم صحبت کنن بسیار خوب است. علیه که شما هم همچنین قسم صحبت میکنین بسیار متشکر هستم. ممنون هستم که انشاءالله یک روز شما که افغانستان و شما آرام و خوشبخت شاید انشاءالله. بسیار حرفای خوبی صحبت خوبی داشتین. ما هم نظر هستم با شما. این مسئله نژاد و قوم و که نمیدانم مذهب و اینا، به هر مذهبی باشه، شخصی خوب باشه، خدمتگار باشه، یعنی مفید باشه برای اجتماع، ضرر نرسانه برای کسی دیگه، حرفای بدی نه. او حرفا رو ما صد درصد تمام کدام زیاد تحصیلات عالی من ندارم، یا کدام مشخصا کدام انیورسی رو نخوندیم، حتی در افغانستان به خاطر جنگ ها شده و ما برآمدیم به حالت بسیار خراب، اما مسائل اسلامی رو پیش بردیم، قرآن و کتاب و از این تا مذاهب رو پیش بردیم، یا عالم گفت زده یا مثلا نمت خبر گفت زده، یعنی فکر کردیم سرش باز، یعنی از دل و از صادقانه و از قلب، یعنی اما بهتر است نسبت به اینکه کتاب ها رو بخوانی و اثر نکنه و نام دکتر و ماستر باشه و در چی میگه در عمل هیچ راه نداشته باشه اوتاد. مگر همین کسایی که شما فرمودین بی سواد، اصلا سواد دو رقم است. یکی است که یک نفر کتاب نوشته میکنه و بسیار شمرده می نویسه و یکی بسیار گوینده بسیار خوب است و سه زرق و برق صحبت داره، مگر باز ببینید در عمل از او در کردار و نیاتی از اونا به حد ناتوانی و بس بخدا من که سعی میکنم اگر افغان باشه، ببخشید گپ شما رو میگیرم، و افغان باشه اگر مثلا کس از ملک دیگه باشه، مسلمان باشه، کافر باشه، یعنی اگر آدم میبینه که یک طفل یک زن از بین میره و بسیار شدت و خراب شه، یعنی که امروز اگر ببینید
قبل جایز امی دل آدم تکه بکنه شه ایچه یعنی آدم خوش نداره که ناخون یک نفر اتاو گار شوه یعنی بله. بسیار آدم حتی ما بارها را تا یک قسم دل من دو سخدم میکرم میگم آدم گریه کنه بسیار زیاد تاثیرناک است یعنی بله بله ایچه یک بسیار اگر چی کنه ما طرف داریم چی کنه ولی نی مردم کشتا شد مثلا نظاره را سرزن ولی نترینی کل مردم افغانستان بله بله نه خو هزاره خو برادر ماست یعنی اگه آدم انسان برادر انسان است یا در نهایت فکر کنه از چوکات مذهب هم باز آدم میبره از چوکات یک قلمرو هم آدم فراتر فکر میکنه جهانی فکر کنه امی انسان های والا گوهر کسایی که تنویر شدن عمق معنای ادیان هم میدانن چون پیغمبر گرانمایه برای ابنای بشر برای کسایی که در دنیا زیست داشتن به حیث یک روشنی و یک چراغ فرستاده شدن و اونا برای کلگی دعوت می داشتن و امو وظیفه را که خداوند برشان سپرده بودن به حیث پیامبر که پیام ببره یکان تا او را میگه پیام آور یعنی پیام آور یکی آدم برو و از یکی بزور یک پیام بگیره و بیاره این پیامبر است که خداوند برش گفته که ایره ببر این پیام بگو برای مردم در عمل نشان بتی در صحبتت بگو برای مردم در عمل و کردارت ظاهر شو و همین چیزی که ما برات میگم باز اونا بشار با وجه احسان بشار با امانت داری برای مردم اما آنچه خداوند لایزال برای پیغمبر امر کرده بود امور اجرا میداشت و بشار صادقانه و ما پیروی امو پیغمبر و امو قرآن هستیم و او پیغمبری تعصب نداشت که ولی کافر است ایره بکش چون به دین ما مشرف نشده این پیامی را که ما آوردیم ایره نپذیرفته دیگه ایره تعصب کو هیچ وقت پیغمبر در برابر عیسوی و موسوی و اینا هیچ حتی یک جنازه یهود که جلویش میگذشت استاد میشد قدراست برای احترام به یک مرده یک انسان برشان دعا میکرد بنان ما اگر رای پیغمبر را تعقیب میداریم او تو باید باشه و اگر رای خود و اچی که ساخته و بافتی خود ماست باز اونم تر بود که همی 3-4 هفته قبل دختره که خود زیر پای کدیم و درش دادیم و دعو انداختیم و در گل انداختیم و جهالت های ما انسان ها سور پیغمبر هم نگفته خدا هم نگفته بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب نظیر مدن و نخواه سنگه جانب خیلی برو رسیتی خیلی خیر و خیریت جور پا خیر خطاب صاحب در صورت ما که چه در جلالباد غمیز آورد شد چه 50 کسه که تقریبا شهیدان شد و استر کسه نزیاد نه یا سلو شپیتی نفر شهیدان شد و آورد آخری خب تعداد شهیدان و با اوز رقم صحیح تعداد ما معلوم نده پا اول روز که ما خبر نده خبر نده شهیدان و بخی خبر چی ده صاحب میره بانی خدای دې شهیدانو بخښي او تاسو ته خدای خیر درکړي دې یادونه مو کړه دا خبره دا خطاب صاحب چې په دې کې دولت هم ویلي چې دا غندلی او عجیبه دا ده چې ټولو خواوې غندلي طالبانو هم غندلي او عجیبه په کې دا ده چې یو سړی احمق راپاڅېږي او وایي د دې مسؤلیت خپل په غاړه اخلي او هغه هم معلوم نه دی چې څوک دی امکان ډېر لري چې په کوم سفارت په کوم تاکوي کې ناست یو د $100 په مقابل کې دا اعلان یې کړی چې د دې مسؤلیت موږ واخیست آیا زما سوال دا دی چې د یو افغان په صفت چې دا ټول جنګونه موږ ګورو مطالعه کوو آیا دا امکان لري چې دومره غټه واقعه چې په هغې کې د 1600 کسانو شهیدانو پکې شي او دا یو مسؤلیت یو نامعلومه شخص واخلي او موږ ټول په دې باور وکړو چې هو دا کس هم دا کار کړی منګه ظاهر ګورو مګر په باطن کې د څه واقعیت دي کې ټول دي کې ټول بین المللي توطئې دي او دي کې ټول د کفارو لاس ده په دې کې چې دا دومره کسان شهیدان کړي د څه واقعې په ارګون کې وشوې چې د والیبال په میدان کې خلک شهیدان کړل د څه په نورو ولایتونو کې هم داسې واقعې کېږي افسوس دا دی چې موږ ولې د دې هغه باطني ځای ولې نشو لیدلی دی اصلي مشکل ولې نشو لیدلی دا یو توقعه دا د استخباراتو جنګ دی او دا په افغانستان تو کې بیگونا خلک په دې باندې بیگونا ماشومان خزي مړکۍ تاسو ولیدل چې ماشومان د چا لاس نو د چا خپن او د چا هغه سر نو دا یعنی دا د ننګرهار د خلکو صبر او حوصله هم تاسو ولیدل
چې څومره په استقامت سره د خپل شهیدان خښ کړل او تر اوسه پورې هیڅ اهم خپل نه دی ویستي. مګر زه دا وایم چې د ننګرهار د خلکو حوصله به یو وخت سر ته ورسېږي او دا دوه سره حکومت باید درته یو سره کړي. دو حکومت دو تا ساخته، همینطور که انگلیس ها و امریکا دست یکی کردن در پاکستان و پاکستان مشوره کردن و نسخه کردن که در جهاد یک نفر اگه بود باز هر چیز دل از او آدم خواست اما تو میشه. اینا رو در رقابت پرتین، هفت رهبر از اینا جور کنین، هر کس و ناکس رو حمایه کنین، هفت رهبر از اونا درست کنین، دیگه رو پیروی از اونا بسازین، پول هم برای اما بدین که اونا توضیح کنه که مردم برای اونا احتیاج باشه، برای از ما سرخم کنه، برای از اونا مطیع باشن از مجبوریت. یک آدم بیشتر با رسوخ و شریف ها میدیدی که در دم دروازه مولا محمد نبی محمدی که مولای مسجد از اونا بود، استاد می بود، بیشتر با عجز از اون مطالبه کمک می خواست. باید اگر هم در پاکستان خودت کار تیزبیر هم نمی داشتی، خودت یک آدم بیگانه بودی و بعد از پاکستان اخراج می شدی، هم منافع روشن و دیگه هم قطع می شد. امروز هم در ارگ افغانستان امو پالیسی تقریبا اینا به اوش آمدن، گفتن ایش بهتر است نسبت به ای که حامد کرزی هر جای استاد شو و گپ بزنه و چتیات بگوی ضد ما. اینجا بیادر دو نفر غلامت بساز که یکی از رقابت دیگه برای ما مزدوری خوب کرده بتانه و ای اصل امو خود تفرقه بیانداز و حکومت کن در خود دستگاه حکومت تفرقه انداختن. انگلیس ها بیشتر بلا مردم هستن و زمست مردم و شیعه و سنی در بالا آورده که کارشان ساده شد. عقب عبدالله اگر گفتی بعضی ها 4 میلیون آدم استاد بود و 4 میلیون هم در برای آقای اشرف غنی رای سپرده بودن، یعنی نصف کتله اجتماع هستن تقریبا، اونا را رام خود ساختن. نفرای عبدالله هم امریکا را باید تایید کنه و همین و ادمنستریشن و حکومت و اگر کسایی که با آقای اشرف غنی هم رای داده در اصول باید همه طور باشه. برحال بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سه الو علیکم خطاب سه. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین سه. ما عقل شای پیمانی سم خطاب سه. عقل شای پیمانی سه چال داری قربانی شم سه. سلام علیکم. خیر و خیریت، در کجا هستیم شما سه؟ خوب از ما در جرمنی تو خطاب سید. ما در پروگرام های شما را متواتر میبینم و بسیار زیاد خوشحال میشم قربانت. و در این ارتباط افغانستان، ما آدم سیاسی نیستم، شما خودتان بهتر میفهمین، اما قلبم اگه تپش داره فقط به خاطر افغانستان و مردم افغانستان. بله 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 همتون. در ارتباط با چه جزایی که شما گفتین که به اتفاقی را قبول نکردن مردم، بسیار معقول بود. و من یک قصه یادم اومد از زمان های سابق که در افغانستان بودیم، میگن که این ابرقدرت ها خو فقط گرفتن افغانستان در سر دارن، داشتن و دارن و دایندام خواهند داشت. بله. این میگن یک قاضی یک نفر که متهم به جزا بود پیش خود گرفت و آورد که جزا برش تعیین کنه. و من برای 3 جزا تعیین میکنم. یا ای که 1 سیر پیاز بخو، یا ای که 100 دره بخو، یا ای که 50 افغانی بده. این مردکه بیچاره افغان که دید که والله این پیسه خو یک ذره یک بگه مفلسیز نمیشه، گفت صاحب من پیاز میخورم. پیازه که یک نیم سیره کشه خورد زدی گریانه ازی سر داد. گریانه ایش که سر رفت گفت که بسیار به وقت چیزه اشتباه کردم، اگر امیر دوره بزنیم. گفت قاضی گفت بزنیم، نفر آمد گفت بزنه امیر یک دوره. یک 10 دوره که زد دید که استوانه ایش دیگه استان نرم شده میره. گفت والا 100 دوره خو مره میکشه. گفت سعی بمیر بلیاز خدا ایسه میتم. اینال صاحب امین مردکی مجرم 3 جزا را سرش قبول شد و ما مردم افغانستان متاسفانه اینمی 3 جزا دارمی 3 جزا ما ماندیم و هم دوره خوردیم، هم پیاز خوردیم که شب و روز امیال هم گریه میکنیم و هم پیسه رفت که وطن از دست ما رفت. عجب عجب. برای بزرگا یک پن شده باشه و ما هم یک تماس کردی شما گرفته تانسته باشم و خداوند صحت و سلامت داشته باشه شما را
و همکارایتان و به بیننده عزیزتان هم سلام و احترام تقدیم میکنم. خدای یار و مددگارتان. بسیار تشکر عقلشا جان. ما خودت سابق میشناسم سر این استیجای رادیو، استیجای افغانستان، درام و دیالوگ. بسیار چیزای خوب، ممثل بسیار خوبی هستین. شما هم استعدادایی که در افغانستان در منجا هست و یکی شما بودین، ما شما را عرج میگذارم. و حتی ما به این فکر هستم که اگر زور و توانایی همی چی میگه تهیه فیلم نداریم که بسیار قیمت تمام میشه و باز حاصل نداره، همی خود استیجای زنده را دوباره زنده بسازیم. یکی هم همی خاله زینت خانم آقای سرور صاحبه هستن، مزیده جانی سرور. آقای خانقای سرور صاحبه هم دوست ما، خوب آدم، شریف انسان. از و اینا مدیر سینمای پارک بود که ما وادی آخر اینا را در کابل دیدم. و یقینا یعنی مزیده جان هم اونجا هستن. یعنی ما اینی می مردم هم میگم که اینی جانم نازنین هست همه تو که چیزی که صاحب اگر کدام واده کدام فیلمی که گرفتین و چیز گرفتین برنامه گرفتین، ما در خدمت شما هستم. شماره تلفن ما مو یادداشت کنین و ما متواتر تماس میگیرم با مزیده جان و آقای سرور نازنین که افتخار هنر تمثیل افغانستان هستن. سلام احترام مرا برسان. بله بچه‌ش، ما منظور ما این بود که اگر شما که بالای استیج تمثیل شوه، همی خود حکومت افغانستان تمثیل شوه، فرض کنیم عبدالله چی میگه، آقای اشرف غنی در خفا چی میگن، سرنوشت مردم افغانستان، عاریزین من. شما یک وقتی پروگرام مرزا قلم داشتین، آقای امانی اشکریز در ویرجینیا تشریف دارن، اما خوب هم مرزا قلم رشوت خور و اینا رو تشریح میکردن. اگر چی اونجا رادیو بود، حالا فیلم و کمره و اینا شامل هست، او کارش کم که ساده تر هست، یعنی اشخاصی کمتر، یعنی و مو سوی فیلم و که کمره سو باز در طرف برو بیا و پول و اینا مصرف میشه. دمی خود دیالوگ و قدر زیاد فکر نمی کنم سرمایه گذاری لازم باشه، مگر بسیاری چیزها را تمثیل بیان کرده میتونم. تو که آقای عقلشای پیمانی مسئله مجرم فرمودن که یک سیر آرد پیاز میخوری یا فرسکو دوره و پول و اینا، یقینا افغانستان درام خورد، پیازم اشکایش ریختانده و بالاخره ایره. خلاصه برتان بگویم دمو پشتو یک متل ما داریم و هم بور هم بدنام. بور به ایمانه که اولادای افغانستان یکی بی سرپرست شده، می فرهنگ افغانستان بی مادر شده، یک فرهنگ جدید کثیف وطن فروشی رایج شده در افغانستان. و بدنامی هم از این چی بیشتر شده میتونه که 2.5 میلیون انسان خودت برای آزادی، برای یک حکومت اسلامی و اینا 14 سال تمام مشت یخن باشه، با یک ابر قدرت سینه خود سپر بداره و بالاخره منتج شوه به خونریزی های بعدی، جنگ های داخلی، و بعد از چندین سال دیگه خونریزی ها باز در یک اشغال قرار بگیره وطنتان. نه از حکومت اسلامی خبری، نه از آزادی خبری، و در حدود 30 میلیون آدم امیال در بیرون ها زندگی میکنن. و بی کسایی که در اروپا و امریکا و اینجا اونجا تعداد کثیری نیستن، مگر کسایی که به ایران و پاکستان مهاجر شدن، اگر تعداد بسیار محدودی از اونا به افغانستان برگشته باشن، امیال آماری که رسیده از مهاجرین افغان در پاکستان و در ایران، 3 میلیون مهاجر اینا میگن در پاکستان داریم، 3 میلیون هم در ایران. چند معنا را افاده میداره. یکی که در افغانستان قدر بدبختی است که اونا هم و ظلم و تعدای پاکستانی و ایرانی را پذیرفتن، مگر افغانستان بر نمیگردن، یا اگر امتحانن هم برگشتن مایوس دوباره بر رفتن به ایران و پاکستان، که در اینجا برشان امرار معیشت بسیار سخت است و دشوار است. بنان از این چی بدبختی شده میتونه که بالاترین قلم مهاجرین امروز افغانستانی که 46 کشور با سرکردگی ایالات متحده امریکا و دموکراسی و صاحب تلویزیون های سرشار 50 و 100 و نمیدانم یک بیلیونر در افغانستان به وجود آمده،
در افغانستان میلیونر و خیلی یک چند میلیونر بگویم چند نفر محدودی بود که یکی در قندار بودن اسمشان رو نمیبریم، یکی آقای زابولی صاحب میگفتن، همی چند نفر محدود پولدارترین افغانستان بودن و همی تاجرایی که یک زندگی یک پول محدودی داشتن به اون سطح او وقت پولای زیاد. مگر امروز یعنی یک آدم بیچاره پسر یا خواهرزادی یا پسر آقای عبدالقدیر در شورا خود از او گفت که برادر من خود چی ضرورت دارم که پولای مردم رو دوزی کنم، من 380 میلیون دلار یک قلم دارم در یک بانک. یک نفر خود یک نفر اقرار میکنه و او را بگویی که برادر این پول از کجا کردی، خودت خود نه معماری بسیار خوب هستی و نه ساینتیستی بسیار خوب هستی، نه کدام مختری هستی و کل زندگیت هم در جنگ خود تولد شدی، در جنگ بزرگ شدی، نه کاری بود و نه باری بود، بدون جنگ و فیر تفنگ همین پولا از کجا شد؟ همه طوری دیگه کسا را اگر شما پرسوپال کنین این میلیونرها و بیلیونرهای افغانستان، این برادرهای آقای کرزی صاحب محمود جان کرزی، محمود کرزی همه میشنسند، همین سان فرانسیسکو یک رستوران داشت، برام یه هلمند رستوران بود فکر میکنم، هم دوستای قریبی از اونا میگن که یادم خواه نمی برد که من سبا چطور ماشه همی آشپزای خود بود. بعد از همی 13-14 سال او از یک بیلیون دلار هم بیشتر داره. در نام عینو مینره که پول زمین های حکومت غصب کرده و در اونجا تعمیر آباد کرده، اگرچه از لحاظ ای که در افغانستان تعمیرات آباد میشه بسوی بسیار عالی و یک دوست ما هم در اونجا شامل هستن آقای امیدی المندی با توانایی فکری از او که بسیار ماهر و بسیار شریف انسان است و ای آدم از اون هم استفاده کرده، تنها همین پروژه با از یک بیلیون بیشتر پروژه است. این تشبسات دیگه از ای آدم هم اینه دبل بیلیونر ما او را گفتم میتانم، یک آدم که زندگی شب و روزی خود تامین کرده نمیتانست. همه تو ولی جان کرزایی که اونا کشته شدن، او آدم در شیکاگو یک رستوران داشت، یعنی چند نفری از یا رستوران والا بودن به یک حساب. امروز بیلیونرهایی که قتل آدم امی حکومت افغانستان رو میخره برید میفروشه، این واقعیت افغانستان است. یا امی زاخلوال در امی کانادا در تورنتو در زیر درخت هایی طرف طرف امی روزایی دوینا کلاگه که سرخ در سرش بود میگشت در اونجا امی دکتری را که همه میگیره و فرمیلیتی امور حاصل کرده بود و در میان امی دوستا آقای ندیم میگفت که اینجا یک نفر است یا پختون دست هم نوی دکتری اخیسته ده و دادم مفتوم تنخواه من خواهید سوده و اولا سر بکسی اولا ساعت یا پینزل ساعت دلتا بودا تورنتو که یو چیر تا درس ورکی کم مکتب که در ماش بای پدا میاست که دوله سور دالری امو آدم با امی 9/11 که صورت گرفتی بدبختی افغانستان مردم اعلان شد خوشبختی دیگه رو بار آورد، از اینجا انداختن خود همی وطن فروش ها رفتن در اونجا در قدرت هم شامل شدن و صاحب ماشینا و موترا و پولا و کلگی با میاد تعلق گرفت. اینیا رو بدبختی میگن که یک هیچ کاره یک یلا جاری همه تو که در وقت جهاد امیر تراش تولید شد، فابریکه تولیدات جهاد عمرای جهاد بود و امروز اشغال افغانستان بیلیونر تولید کرد برید وطن فروش تولید کرد، چهره های بعضی کسیفا اونجا روشن شد که چقدر پست انسان ها بودن، از اسلام میگفتن چی کردن، از ملی گرایی و صحبت و سینه خدا سپر میکنم و والا یک قطره خون خودم در بدن امبانه و قربانی افغانستان میکنم، این شعارا رو کلشش میده مگر به حدی یک ظالم و بدبخت مردم بودن امینا وقتی جایش هم بود. بله سلام علیکم. سلام علیکم ارشتاب سنگه وردک صاحب جور پخیر قربان دشم غاق دیجار شما یه دست چل دیا و مرشتاب صاحب گره ای پر پر خونده شهید پر مناسبت بانده یعنی علما چی پر کابل که مگره دیگه سخنرانه یعنی خبری مور بداری یکی با خدای وقت چیده تون افغانستان یعنی که ورده که زور دیه یعنی مرکز که دولما و هر خبری چه ما دیده پا در انترنت که کتلی
یعنی دی ها ترسیدلی چې د هر یو د دې حکومت مقابل کې شهادت ته حاضر دی. همدا ورته یی چې موږ هم ښه پیژنو، ستاسو قواره پیژنو. پخوانی کمونستان اوس خدای دې وګره وزیر د داخله ته د اکمر کولونه وګره د افغانستان، یعنی خاوره ایدزا که وینن د افغانستان خاوره که اسلام دوله پرنگیان چه اغا دید دانون تا مسلمان یه یا دید دانون تا مجاهد یه اید رب العالمین دیده جهاد بلاورواری وی خبر ده غده چه دید آرامی نغاری پا افغانستان که یعنی به دی شکل یعنی شدت پا یعنی جنگ پیدا که چه پاینده که خدای ما که دستی واقعات پیخ نشی لکنن چه پا عراق و سوریا که واقع دیده که جغل تا یعنی خدای پاک ده نروی دیده که نغاد شایان یعنی ده پا خپلا غالی چه در شایان واقع شیده طول جهان کود پر یه طرف تا دیده نمو گره چه پا مظلوم یمن بانده چه تیری یعنی اغال تا چه نمونه ورکی رو ایو ملت پورتا شوائی دی گره مرکز یعنی اغا کم چه هفت شتاس پنامه بانده یادی نیوال ایده لیکن سویدی عرب پا خپلا ده امریکا و ده اسرائیل پا کمانده بانده هر عرقم عمله پیش رو کلیدی که تازی پا خپلا بینه یا نم ده افغانستان پا خواه را که هم پا خود افغانان پا والله قسم ده یا چه ده مور نپیدا دیا کل پا ده حکومت لنات یایی او ده حکومت مغا پخونه کمونیستی حکومت و اما غا ده نار دادن اتحاده که ده زنگ کرای دیا پا کت اشرف غنی پا که ریزا پا شوائی دی رب العالمین ده ده ملت یعنی نگهبان شید زکا چه ده حکومت نه یعنی ده آرزو نشتا ده ده دموکراسی رو ده یو کرای ده یو جل کرای حکومت پا کت کمونستان و اما پخونه قدرت یا اما نکنه و خکل و مغا سزای بوی پا این ده که زکا چه نند کمونستان و تام قدرت یا نند افغانستان طول علما بوی چه ده حکومت هیچ کلا مکتا ایمانه ور نده یا رب العالمین ده پذر و کنرون وقت نیستم خدای جورج واشنگتن نه پیغام کوم زاین د دوی تاریخي شخصیت تیر شوی د امریکا کې وای په داخلي جنگو کې ولکه چې یا د انګلیسانو زد جنگو کې چې استقلال به وخت وي وي سي تراغل وي خلکو ته ویل چې موږ ولا دې سخت زوبل سو د جنگ به څنګه سي بیا خلکو یو کریسچن یو سوي ورته جک شو وای مستر واشنگتن God is on our side. بیا واشنگتن ما خورت را وارو چی هست I know God is on our side. But I am worried if we are on God's side. یعنی خدای خودی مونگ طرف ده ایچ امکان نلری مونگ ایتا ولد کری مونگ زد دیر و ازوری اگم چی مونگ که او که ولی چی دی خدای پا طرف سو خدای پا طرف مانا دا چی خدای چی سویلی اگه او کو خدای هر وقت دیمونگه پا طرف ده دیما مشکل وای خدای سره نده دیما مشکل وای لیمونگ سره ده چی مونگه دی خدای پا طرف اوس نن افغانستان که خدای دی انسانانو پا طرف ده رو را اسلامی درک جهادی درک بیرقی جک کمونست حکومت دی لمنزوی ورد یا بر قدرت دی پا زکوا چاو اوس پیسیم در لیگلی دی امتحانهی دی دانو به تا پوری ارلری چی تیت سمره دی خدای پا طرفی څومره د خدای اوامر ته هغه کوي د تایمینه یې دا موږ مشکل لرو چې موږ د خدای په طرف نه یو اخوانای دې راځي زیر سترګې وزارت ناست و صاحب همدا پیسې شمېري چورې اچوله قاضي دې له دې جزي یو سپګن یو ریچن قاري ده وروره چې په درې ټنګونه ارزي دغه امریکا او له غربه ځي هلته منصب کینی له هاخوا صاحب میلیونر راځي داسې شل درس میلیونه ډالر یې د زه به ټکم یا فرزندزی وزیران دی، دا موینان دی، دا و دا لافغانستان خلق دیر بیرتر اغل میلیونر بیرتر اغل ام دا پیسی دی چی چوری، یال دا چی دا دارایی و پیسی خدای ویلی دی چی پنور و نعمتونم چی تاسو تا در کری یا وارد سوال در نکی دی پیسو دو واری کی پیغمبر نی پکتنو کری چی دو واری خدای والی پکتن نکی دی پیسو دو واری دل پر پکتن نکی چی چنگ دی گتلی و چنگ مصرفی دوی هم حرام اخیستی دی لاست را اولی دی او هم پا حرام وی مصرفی ایت پا خیری ماسوی نه مصرف دا دو واری دوی دو زخت باید ولوی که دسی کی چی دا بیریان بیریانی که مگر دا چه فایده چی او سرای پا دو زخت که ولوی گی که اونه ولی گی افغانستان پا دو زخت که اچه ولی بلی سلام علیکم بلی سلام علیکم الو بلی سلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب محترم با فرمان چه شکر که ساعت میبینم اتم قربان چه خطاب صاحب محترم من غری جان دبو برای چیز فاتداری برای ما که در منگر شهید شدن دیدم
گفت از مردی میزنه که چچن و طالب و چی و چی مرد نیستن. امی مردی خود دیده کجاست؟ او برادر تو در 6 ماه یا 8 ماهی که پاچه شدی در 6 کوچه کابل نگشتی، بدبخت. تو اگر مرد باشی تو سرادات بسته کن که ایران و پاکستان و چین برد پیاز و مرچ و مساله روی میکنن، او بدبخت جرنگانه و پوکانه برد روی میکنن. کار پیدا کو بر مردم، نام پیدا کو غنی جان قن. پیش بادارت که امریکا رفتی خیر از خوابان، پیش بادار خود تلوسی میره. مگر این دسکولکت هر جای چرا میبری؟ این دسکولکت، این عبدالله عبدالله دسکولت ها بگو که بگو بگو چه خواهی تو خود گفتی که مرویسی از اجرایی هستم، بگو اجراعات کو بعد وقت تو عبدالله بلای از خدا کار کنی بلای بفرستن. این خطاب شدید این پروگرام اوریان خبری آدم من در کشتن میتا فهمید این شد آقا دلیل از یادم در افغانستان به اول آدم ها توتا توتا میکنن، مگم فرق نداره اگه شهید هم شویم به زوج 72 دانه منتظر ما هستن. بخیر نه نه واقعیت بیان کنین، خداوند دوست داره واقعیت ها را. انسان خو میمیره، یعنی به مرگ محکوم هستیم و وقت هم معلوم نیست که چی وقت میمیری. یک نفر خود خود نگاه میکنه که نموره و صحت تو که نمیدانم. حتی مرا یکی از دوستا بسیار جالب بود، یک چند سال قبل بسیار صحتمند بود، من دیدم که تو چطور هستی؟ والا یقدر تو دنی خونی ما یک ذره قندی سب نمک و که دیگر کلش متعادل و دکتر ایران ماند که تو یک انسان خوب بسیار کم دیده. میگه ما جمع میرم یک چند ماه بعد خبر شدیم که او دمو جم مرده، دمو جم نه جایی که سپورت میکرد که میدهی همونجا فرشته عجل در جانش رفت. و یه آیات قرآن است که اگر شما در مضبوطترین محکمترین قلعه ها خود قایم کنین، وقتی عجلتان برسه کیست که باز عجلتان استن پس میگردن. و این ما با اطمینان برتان میگم که سرنوشتتان خداوند تعیین کرده و مرگتان هم تعیین کرده که از چی هست. یک پادشاه میگه اولادش تولد میشد و باز میمرد از یک طریقه. آخر یک پسرش تولد شد و پادشاه ولیعهد نداشت و بسیار جگرش خون بود. منجمین خواست و وقت میگه بسیار ماهر بودن که رمل پرتیم که یه چی میمیرن، مرگ از یه چی هست. بازمون ماهرترین منجمین آوردن، اونا که رسید به امو علم نجوم دیدن، گفت مرگ از یه از آب است، آبی رو میکشه. وزیر پادشاه گفت که ولی خواستان هستی تو میکنیم که روزم برای از یک شخص معذف میسازیم، شبم که 24 ساعت این پسر از آب دور نگاه کنن که در آب غرق نشه. حتی همون بدنی از دور هم یک چند نفر استاد می بود می شستن. این به سر رسید و سب ریش و برود کشید به حساب ولی عهد و در دربار پادشاه نشستن و همه اراکین دولت هم موجود هستن که یک دفعه دید که پسر پادشاه افتاد و نفس زد و خروب پرو اینا تا رسیدن و مرد. باز بسیار پادشاه بعد از عزاداری همون منجمین خواستم، کسایی که رمل به حساب مینداختن که شما این پسر ما قدر از آب دور نگه داشتم، من تو قیودات بالای ازی آوردم و بالاخره در جلو چشم ما در دربار مرد، نه در آب افتاد نه دیگه. باز اونا باز که همون علم نجوم خود به کار بردن و به حساب رمل اندازی کردن، گفت بلی از آب مرده. گفت نه بابا، و ببینین که چی میکرد. باز او که دید گفتی چای میخورد، اما چای در گلون یزی پرید و باعث شد که امو مجرای تنفسی یزی را مسدود کنه و بیمیره. و ما نگفته بودیم که در آب غرق میشه، ما گفته بودیم مرگ یزی از آب است. ام انسان ها هم از بسیاری وقعی خود دور میداره، باز میبینین که توسط امو حادثات از بین میره. و این وقت حیات بشر است و دمی شما دمی هدیره بگردین این طرف طرف وقتی برای جنازه میرین اما تاریخ ها رو مطالعه کنین. تاریخ مرگ انسان شما هیچ کسا ندیدین که اونجا بگوه که 100 ساله هست. اونجا 90 ساله بسیار محدود، 1% شاید نباشه. 80 شاید یک 5% ببینین، باز 70 همه که آیستا آیستا میبینین که اما تعداد کسایی که به سن 102 تورا میرسه بسیار محدود است. انسان در یک چوکات، در یک قید بسیار محدود زمانی حیات به سر میبره.
و هیچ حیا نمیکنه انسان از این بدی هایی که همون که نطفه و چی میگه فطرتی از او داخل شده او را تا آخری روز روز مرگ هم او را دوام بید. متاسفانه او ای در افغانستان بیشتر زیاد شده. ما غم وطن خودم میخورم. ای که در یمن چی میشه یمنی بیشتر میدانه امور یمنی را، عربی کارای عربستان خود بیشتر میدانه و بیشتر گرگای بارندیده داره و با جان افغانستان که هیچ کس نداره. مردم افغانستان به حد بیکس هستن که هر یکی رو که میاری اونجا داخل میکنی فاسد، دست نشانده، مزدور، به اشاری اغیار و ضد مردم. هر مسلمانی که برای نطق و خطابه میکنه میاری پچک میبرای بد. شیطان از او کده بهتر است. ما خود ندیدم. شما اگر دارین برای ما مثال بتین که کمی دل ما خوش. بله سلام علیکم. خطاب سر محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای مسعودی سلام علیکم، خوش آمدین. چطور هستین؟ امیدوار اقتصادمند باشین. شما دیگر راجع به موضوعات گوناگون صحبت کردین، راجع به یمن، و در حالی که اوضاع وطن ما بتر از همه کشور است. و خطاب سر محترم، مدام دو سه روز پیش در یکی از تلویزیون ها دیدم که یکی از اتباعی اهل امید افغانستان از سران حکومت ملی شاکی بودن. ایشان گفتن اگر سران دولت حکومت با هم جور نمین بازم جانکوی رو میدون که بیاین. یعنی خودش یک تانه است به این دو رهبر خودسر. خطاب سر محترم، از این موضوعات که بگذاریم، موضوع جالبی که در هفته گذشته من چندین بار زنگ زدم ولی متاسفانه نسبت ازدهامی که در لینا بود رخ نشدم. او سفر آیت بلندپایه از او طرف مرز افغانستان، از او طرف خط دیورند از پشتونخوا و کابل بود. خطاب سر محترم از تاسیس دولت پاکستان، یعنی 68 سال پیش یا از سال 1947 تا همین روز شنبه 14 اپریل 2015، تا این وقت هیچ آیت رسمی از صوبه سرحد یا خیبر پشتونخوا از طرف هیچ دولت و حکومت افغانستان نه دعوت رسمی شده بود و سفر به افغانستان کرده بودن. حتی در دوران دولت و حکومت طالبا هم اینا به کابل سفر نکرده بودن. ولی سفری پرویز خطاب وزیر اعلی صوبه سرحد با آیت 34 نفری که به افغانستان آمدن و این مورد استقبال بسیار گرم دولت افغانستان و سردمدارای دولت هم شدن. سفری به شکل رسمی و استقبال کزی نا صورت گرفت. به نظر شخصی خود مایی به مونای شناختن خط دیورند است، برای ازی که در مدت 40 سالی که اوضاع افغانستان تغییر کرد و بعد از کودتای هفته ثور در دولت های مختلف هیچ آیتی از پشتونخوا رسمی و یا غیر رسمی به افغانستان نمیده بود. من خودم شخصا و مثل دیگر اتباع افغانستان خلاف اهل مزله خط دیورند نیستم، ولی سوال من از شما جناب خطاب سر ایست که ما که وقت خط دیورند اشرف غنی یا دکتر عبدالله یا سرای حکومت وحدت ملی برسمیت بشناسن، ای پاکستانی ها کدام امتیازی را برای دولت افغانستان و یا ملت افغانستان دادن یا میدن؟ اینمی فقط سوال ما بود از شما، از اینکه برای ما وقت دادن. یک جان تشکر، خداوند حافظ ناصرتان. بسیار زیاد تشکر. اما این خط دیورند میگیم، خط دیورند دیگه امور ما با می ترتیب است. اگر از ما پرسان کنین که خط دیورند کی امضا کرده، ورقش در کجا است، اسناد در کجا است، یک معامله خود سیاسی خود صورت گرفته باشه، با کی صورت گرفته وام معلوم نیست، در کجا هست هم ورق وام معلوم نیست، نه چاپی نه سندی ما از هیچ جای نشنیدیم. یعنی خاک ما که رفته از بین با یک تفاهم یا با یک شفایی شاهد کی بوده؟ اگر رسمی امضا شده، امضا در کجاست؟ امیال شما اگر افغانستان بگوین که میگن که خط دیورند، او طرف خط دیورند یا خاکای ما بود، امی خود ثبوت مثل که شما خانه رو میگین که خانه ما اسم قوالیت کجاست؟ اول خود ما باید قواله بکشیم.
ثبوت کنیم. تاریخدان ما رو پرسان میکنیم نمیفهمه. باز اگه بگویم خب ما دعوای یک جای داریم به او طرف که تا تک از کشتور است، سرحدات هم میفهمیم چون زیاد شنیدیم. نه پاکستان برادر امروز خط دیوران تا پروای تا داره و نه هیچ خط تا پروا نداره و او تشویش هم نداره. یک قدر از نقطه ضعیف خودت گپ میزنی. همه امروز زیر گوشمالی پاکستان و از آستین و پوستین امریکا همی آدم ها کشیدن، اونو به سرنوشتت بازی میکنه. طالب داره، مجاهدین داشتن در اختیار خود، پولدار شدن، ابر قدرت هستن، یعنی یک کشور صاحب قدرت هستوی هستن، یعنی میتونه منطقه را یکی یکی زغال بسازه بره. پاکستانی هم یعنی 46 بیلیون دلار چین هم یاره در وطن خود ذخیره میکنه، بسیار پول است بیاده. 46 هزار میلیون دلار این پول چرا میاد؟ خب چین برش احتیاج است. از امی طالب و از امی جهاد افغانستان اینقدر اینا استفاده کردن، امی تکمه های سرخ فشار دادن میره ضد چین و دیگه و دیگه که طالب در زیر رکاب ماست. ما هر چیز که بگویم طالب هم کارم میکنه. مجاهدین هم بطور بود در پاکستان، همی کسایی که خود بشار بالا رتبه میگفتن از حکمتیار گرفته تا ربانی و دیگه و دیگه، همی چیزای چی میگه انتظار خانای حکومتی پاکستان وقتی اینا میرفتن به حد اینا عجز نشان میدادن، نزدیک بود زیر پای همون جنرال ها اینا بفتن. و چون کشورهای جهان جهاد تایید میداشت، یکم منزلت و رسوخ برای از اینا سپرده شد. از امو جهاد قدر استفاده ها کردن اینا و امروز از طالب میدن. برای از او خط هیچ معنا ندارد، باشه نباشه. امیال پاکستان اگه خواسته باشه تا کابل اگه تسخیر کنه، شما زور یا زور دارین؟ کدام دنیا خط چی میگه خم به ابرو خواهد آورد؟ امی قرارداد را که اشرف غنی دستخط کرده، آیا او کدام دفاع شما خواهد کرد؟ خو نمیکنه. و کلی چیزا ساختگی است. و پاکستان هم نمیخواد که بیا و افغانستان بگیره ناقی بر ناق. و خط از سوره به امریکا هم برسمت شناخته، انگلیس هم شناخته. یک ما افغان ها که قدر بدبختی های ما قدر زیاد است. و حال مسئله خط دیورانه که وای یاد نکده ما یاد کده میره. ما امیره در زمان کلگی دادیم که خط دیوران. و به موقعیش افغانستان قوی شوه، ما دست یکمه که بالا داشته باشیم. اگر با حضور نشد مثل که هنگ کانگ چینایا آمدن راستان قرارداد خلاص شد، همون در روز روز عسکر خدا فرستاد یکی گرفت و حکومت از بین رفت و هم کسایی که پولدار بودن کلگی فرار کردن آمدن در کالیفرنیا یک جانس جای است به نام سیلیکان سیتی، در اونجا همی مسئله تکنولوژی و دیگه آمدن همی زمین های افغان امریکا را یکی قیمت ساختن. هنگ کانگیا چینایا آمدن پس خاک خدا گرفت، زور داشتن. ما خود تو برای ما زورتان نشان بدین، با گفتار و با قیل و قال خود نمیشه برادر. ما میرم پاکستان بگوی نیه برو دستت خلاص، چی میکنی برادر؟ دیگه اگه آمدم جلال آباد هم ازت میگیرم و امریکا هم خودت حمایت نمیکنه. ما وقتی که راکت فایر میکنم امریکا آمد مرا چیزی گفت؟ خود نگفت، یک اخطارم نداد و شما هم چیزی نبودین، دیدم زورتان هم هیچ چیز کدام نتانست. متاسفانه ما در یک جبر تاریخ بگویم یا جبر زمان قرار داریم. ما دست یخن هستیم که چرا حکومت همه تو به سر دم برای ما آورده. حکومت نداریم، آدم نداریم که از مردم دفاع کنه، همه کسایی که در قلم رو موجود است. باز غم او پیشاوری رو میخوری که کلش ماستر و گرگای باراندیده همی اردوی پاکستان همو تشکیل دادن همون مردم. قدر خمیر شدن درم دستگاه دولت پاکستان که هیچ احتیاج نداره که بیا یک صوبه سر عده حکومت اشرف غنی و عبدالله ور یک آدم شد. به هر حال ایره با صحبت میداریم، خدا کنه که ما افاده کده باشم. ما افغانستان رو دوست دارم، سرحداتشان هم دوست دارم، هم پشاور هم دوست دارم، اتک همین چیزی که خاکه. خدا کنه که یک روز همه تو شوه که ما بتانیم. امو میگه در جان فیلم میگه یک 2 میلیون مرچه داخل شده بود و میگفتن این فیل ما از بین میبریم. و فیل که از جای خود برخیسته بود و تکان داده بود کل مرچه افتاده بود.
بازی یک مرچه دم یخنش میگه بند مانده بود. بازی مرچه های دیگه از پایان صدا میکرد که اوش کنم اونی خفکش کو و خفکش کو و خفکش کو. ما هم بیادر میخواییم پاکستان خفک کنیم. برحال برمیگردیم انشالله خدمت شما خواهیم بود بعد از اعلانات. چاقی و اضافه وزن نه تنها اعتماد به نفس را از شما می گیرد، بلکه باعث بروز بیماری های قلبی و فشار خون می شود. دیگر لازم نیست برای لاغر شدن از داروهای شیمیایی استفاده کنید که باعث افزایش خطراتی بیشتر از چاقی می شوند. آیا از سایز نامتناسب بدن خود رنج می برید و به دنبال راه حل مناسب هستید؟ همین الان با تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید و قرص کاملا طبیعی آیورتریم بدون هیچ گونه مواد شیمیایی را سفارش دهید. قرص آیورتریم محصولی از علم آیورودا، برگرفته از گیاهان گارسینیا، آرجینیا و گوگل، ساخت کشور آمریکا و دارای ایزو 9001 می باشد. قرص لاغری آیورتریم کاملا طبیعی و حلال می باشد. قرص آیورتریم اشتهای شما را کم می کند، به سوخت و ساز بدن شما سرعت می بخشد و مواد غذایی را که بدن شما نیاز ندارد دفع می کند. در ضمن هیچ گونه عوارض جانبی ندارد. از این پس سلامت زندگی کنید و از اندام زیبای خود لذت ببرید. برای سفارش قرص کاملا گیاهی آیورتریم با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید. گرانو ایوادوالو، موبل پلازا ساس ده پارا شایسته کوچونه، ده سالون او تلویزیون میزونه، ده دودی خللو میز او چوکی پا ارزان قیمت تقدیمه بی. شایسته او شکوالیتی ده لویانو ایتالیوی ده خوب خونه، ده کچنیانو مکمل ده خوب خونه، اضافه تر 200 مختلف دوله کریستال شیتونه، رستوران او کلتوری سالونون لپاره میز چوکی، د میز او چوکی پوشونه او نور د ضرورت لوازم په ارزانه قیمت او ښه کوالیتی خپلو محترمو مشتریانو لپاره عرضه کوي. آدرس: موبل پلازا، هامبورګر شتراسه، د هامبورګ ښار، جرمنی. افغان آی پی تی وی با تکنولوژی جدید بار دیگر جدیدترین افغان میدیا باکس را برای هموطنان عزیز عرضه می دارد. شما هموطنان در سراسر جهان و یعنی قصدی نیست ناخداگاه و کلشون به چرا با تداوی ضرورت دارند. به طور مثال خطاب من در آلمان زندگی می کنم، اولاد دارم، خانه دارم، زن دارم، اصلا مریض میشم، مریض بودم 6-7 ماه، مریض بس تکلیف اصلا کمردردی داشتم، تمام چیز بر من محیا بود. شما فکر کنید، ببخشید وقتانه میگیرم خطاف، ناراحت نشین، مردم های فکر کنید در افغانستان که کراچی و زنبیل خود نه اولادار تفلدار میان در کرد سرک سات میشن شو تا از صبح تا به شام و پس لبدان خشک طرف خانه میرن، نه اولاد تو نان دارن، نه اولاد. بله بله، تشکر لالا، یارو میفهمیم، ما میفهمیم. همین آخر پروگرام مفهوم رو فهمیدیم. ایتور از قربان که افغانستان مردم به مو عادت کردن، به مو حالات. یک امریکایی از بسیار شرایط خوب و ناز و نعمت که اینجا بینی هیچ کس خون نشده میره اونجا می وحشت میبینه و روحیاتی از او به هم میخوره. مگر مردم افغانستان در امو دیگ جوش خوردن، امو شرایط پذیرفتن، امو بد امو تو خوب پذیرفتن. حتی جسمان هم اگر شما افغانستان برین حراسی ازی است که میدیتان امون میکروبا رو تحمل کرده نمیتونه. تا که شما یک دو ماه باشین امون میکروب و ویروس افغانستان در میدی شما
عادت کنن. حتی بیشتری مردم که میرن افغانستان و هراس همی هست که دوای میده رو با خود ببره، تاو میگیریشه، ریزش میکنه، نمیفهمم خاکبادی که در بینیش میره و اینا. ما اون روز بسیار جالب بودی چیز شما فرمودین، ما در افغانستان در وقتی که مکتب میرفتیم همی خاکایی که خاکباد میشد در تابستان کلی از او در چشم ما میرفتیم، چشمای ما سرخ سرخ میشد. ما یکان دفعه میگم که او از امی خاک روبا و بیت الخلا و اینا شمال تشکیل شده بودی باد و خاک و همو بدترین میکروب و ویروس در مو هوای خاکباد افغانستان در تابستان بود که میکروب در گرمی بسیار نمو هم میکنه، او به چشم ما داخل میشد. مگر اون چشم ما عادت کرده بود سرخ میشد، سو پس جور تیار بودیم. باز دیگر که میامدیم چشمای سرخ سرخ اشتوکا، هر اشتوکا که میدیدن چشمایشان سرخ میزد. در اینجا اگه او تو شوه او را باید تیش داکتر برو، با داکتر قطره چکان بتی و اوشی طبیعی و اینکای سیاه در چشمت مندازه. یعنی چشمای ما همه تو نام خدا از اون کورا برآمده یا گوشی ما یا دیگه ما. یعنی ما در حقیقت یک نسلی خصوصا کشورهای جهانی سوم به او کندیشن شده، روحیات ما همه تو جوش خورده، همه تو راست روحیات پاکستانی، ایرانی اینا رو که بیرونده و کشورها همه تو راست. منطقه مشکل ما تغییر فرهنگ است. فرهنگ افغانی بسیار بد صدمه دیده، افکار ما هم از جنگ و گپا هم تأثیر کرده باشه. مگر همی مفتخوری، اتکا به دگا، مسئله غلامی و مزدوری و زنده با در حکومتی که روی کار بیاید، هر کس که زیاد پول داد او صاحب است، در اونجا تملق و مداهی و اینا میکنن، اینا این در وقت نبود. در فرهنگ افغانستان یک جانمردی، یک کاکگی، یک مناعت نفس و اینا بود، از خدا ترس موجود بود. یک نفری که در مسند قضا میشیشت و قاضی رشوت میخورد، اون وقت هم میدانم، مگر تو نبود مثل حاله. این فرهنگ چورکانی و دوزی و سر گلوی دیگه کس پایتبان و بخی و در اونجا سر خطبه بخی و یک چیز دیگه بگو و اینجا یک چیز دیگه بیان بدار دیگه، به او خاطر این حرفا را ما وقتی میشنوم بسیار برای ما جالب است. یعنی امو فرهنگ ما بسیار بد تغییر کرده و این سرایت کرده به حکومت داران و دیگه از او روز خدا نجات بده که رئیس جمهوریت قاتلت باشه یا معاونش یا وزیر یا دیگه دروغ هم بگه برای شما و مدعیم یک جای دیگه کرده باشه. بله سلام علیکم. بله خطاب صاحب محترم، السلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. در تاسی نو دقا آخرین میربان ایسی غگی گی بیا خدای پامانی که سه میربانی بگی نو دیر که دستی چی دا وقت دیر نه نه دستی او کسی لطفو که دری دقی چی او غگی پراتا چا دوست انتقاد کردی و نو حقا دغه دی سړی دوه ساعت منتظر وی اخر چی او خیر دا زی تاسی دا 24 ساعت منتظر یم تاسو ته پروګرام نشرو ما خیر دی او دوه ساعت تاسو مت کور ودان کور ودان بیا هم تاسو مهرباني وکي مهرباني سلام وایم مو تاسو همیشه ستاسو پروګرام کې او د ټولو دوستانو نظر دا سی وی چې د افغانستان پر بدبختی باندې خبرې کوو، لکن د راوتلو پر لار باندې ډیر نور دوستان تمرکز نه کوي. په دې خبره زه هم پوهېږم، ته هم پوهېږې، ټول دوستان پوهېږي چې دغه بدبختي په افغانستان کې د اوسه څخه نه ده، دا ډېره سابقه لري او دا د راورسېدل دې مرحلې ته چې اوس نو بیخي په کښي کې غر کېږو او دا ټول په کښي کې غر کېږو. د داعش راتګ دا معنا لري چې دا ټول افغانان په دغه مسله کې نور غر کېږي. د دې غر کېدو د راوتلو څخه ممکن ته یو ډول تحلیل ولرې، زه بل ډول تحلیل ولرم، بل دوست یې بل هر یو جلا جلا نظرونه ولري. ممکن زه ستا د نظر سل په سل کې موافق نه یم، ته زما په سره ممکن 50% موافق یې، هبل د هبل وروره سره راشي پر دغه موافقو نقاطو چې ټوله څنګه کولای شو چې د دغه بدبختۍ څخه راووزو. هغه زما په عقیده یو پیشنهاد مې دوستانو ته داري چې اول دغه خپله ژبه اصلاح کړو، ژبه په دې مفهوم باندې چې هېڅ و هېچا ته څه ونه وایي، خو ستا خیانتونه شوي دي، څو چې صلح رانولو، موږ په دغه ملک کې امنیت رانولو، ارامي رانولو او د دغه صلحې و امنیت پر لار باندې حساب ته سره کښېننو، حق و اقدار ته ونه رسېږي، خاین ته خاین ونه ویل شېږي. په
فدغه رقم ویلو باندې ستاسو هم ډیر وخت ضایع کیږي او نور دوستان هم حتی نور تشنج جرای جدید زه پوهیږم کله کله یو دوست ابل په مقابل کې ابل د ابل په مقابل کې بیا هغه شیان سره وایي چې بیرته موږ او تاسو سره راټولولی نشو او زموږ دغه 15 کاله وخت پر همدغه مسله باندې خصوصا د هغو افغانانو چې په دغه جنګ کې ګټې نشته هم زموږ په همدغه سره ضایع شو چې یو بل ته دغه شي الفاظ سره استعمالو شکو جنجالونه را ژوندي کوو پر دغه راشي هغه مشترک ټکی داري چې څو صلح رانشي موږ هېڅ بریالیتوب ته نه رسېږو څنګه سوله راوستای شو پر دغه مسله که دوستان همېشه خبرې وکړي زموږ به هم سر په خلاص شو هو رښتیا دي ویلي ډېره بخښه غواړم وخت ستا ډېر ناوخته دی پوهېږم په دې باندې انشاءالله که ژوند وو بله ورځ هو ډېر مننه یو طرحه وړاندې کوي او وایي چې دغه لارې دي دا دې خلک یې اوري یقینا دا تلویزیون په فیسبوک کې هم دا په یوټیوب کې هم یقینا د پارلمان غړي ډېر دي ما دا د فیسبوک غړي سوي دي د هغه نه بیا لطف کړی بیچاره ډېر ښه یو هغه قدم ده ایښودل سوی او ډېر خلک د فیسبوک ته داخلیږي دته پیام افغان تلویزیون ته غړي کیږي او ډېر ښه تعتی د نظر ده او محترم او دانشمند خلک دي سره باید طریق جوړ کړي دا د خبرې او کریه الفاظو دا شیان دا زم پلوی نه یم یو اختشاش یو خدشه راولي افکارو ته مګر دا وروره د افغانستان خلک خو هغه خلک چې جلکې کنځه یې ورته وکړې ویې هم وهله مړه یې هم کړه اور یې هم ورواچو دا یو نمونه ده چې د اجتماع کې یو پدیده یو حادثه چې پیښیږي هغه موږ نمونې خروار کیږي دغه شاید په ګردیز کې یو بل څوک پزه د ښځې پرې کړي او بل چېرته یو سړی تعجیز کړي یا نن ما واورېدو یو هلک تښتولی و په کوم سټیټ کې و یا ولایت کې هغه نامعلومو خلکو جنسي حملات یې پرې کړي هغه تعرضونه یې پرې کړي وو بیا وایي هغه د توپک په برچه باندې اور ته یې نیولی دی او بیا د غونډ بدن یې داغ داغ دی همغه هلک پرې کړی ځوان هلک چې حیات یې تباه شوی دی ولس کلن جنسي تعرض بیا داغ داغ بیا راوستی دی او بیرته یې خوشې کړی دا حوادث په افغانستان کې ډک ده له حوادثو له مریضیو له تکلیفو له دې نه هغه ده د مباراه نه یو د هغه لپاره یو دلته راځي دا شی وایي او موږ هم مولود د همغې خاورې یو د همغه کرکټر و د همغه زاده د حوادثو یو مګریتا فرموده درسته چې په ارامه لهجه په صلحه باندې همغسې چې د ګاندي او د مارتن لوټر کینګ هغوی حتی ویلي چې که د دښمن د حکومت آسونه راځي تاسې په خېټه هم جګ شو غرض مو وسره کړو پریدی چې کوم ویلې هیڅ منتال مبارزین لاس ما اخلي نو هغه حتی کوری سی هغه فهم ته غو دانش ته اگر چې ما چرجان گفت کې شرایط ما فرق میکنه خب شرایط هندستان هم یک جای استعمال شده می عدم تشدد و د امریکا کې یک کشور است کې در این جهار کس خمیر می سازه و زدی حکومت گستاد شد و همینجا هم بیادر همیالی یک سیاه پوست به نام اوباما که او آدم هم نامش اسلامیست و سین نام داره ما در این روزا شنیدم که مادر کلان اوباما حج رفته به حج مشرف شد اونا بیادر بوده در وایت هاوس هست یک سیاه پوسته که در رستوران ها مردم نمیمان مردم از نفرت داشت در همینجا امو تیوری و امو مفکوره عمل شده دیگه از این چیز افا میخواید در دو کشور خدا ما را می توفیق بده که عبدالله برای و اشرف غنی هم برای امی کابینا میلا بده و اگه مردی و شهامت راستی اگه در درونی از یا باشه و با ما را بگوی که بیگی بیادر دیگه ما دیگه هم کاری نمی کنیم و تمام ما را اشغال می کنی از ما استفاده می کنی ما خرد نیستیم باری تا می خواستیم ببریم مگر دیدیم که به نقص وطن ما تمام میشه اما تو آستا 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 هر یکی بایکات کنه شما ببینین که اگه انقلاب میشه و نمونی چی میگه مبارزات در تاریخ بشر در همین مقطع زمان از او درست میشه و جنگ نمیشه راستیم طالب شما را میکشه شما طالبا را میکشه و این سلسله دوام میکنه و دشمن از او لذت میبره و به اهداف خود میرسه به هر حال تاسی هر یو په خدای سپارم انشاءالله بیا به سره غږیږو د شنبه په ورځ شاید زه بیا دلته تاسې حضور ته حاضر سم په یوه بجه د ماسپښین نور تاسې په خدای سپارم په مخه ښه سم